اون بچه رو داره لود میشه تصویر هم باشه تصویر که از این بر مشکلی نداره که مهندس. خب سلام خدمت همه عزیزای خودم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مرسی. اگر صدا و تصویر رو واضح دارین به من اعلام کنین. سلام. اگر صدا و تصویر واضح هست عدد یک رو من بدین. سلام عزیزم. سلام. مرسی. ممنون. خب حالتون خوبه انشالله. خب خدا رو شکر. امیدوارم که تا اینجا تلاش حسابی کرده باشین و آماده شده باشین برای کنکور 1401. خب بچه ما چت هامون بازه، چت ها رو نمیبندیم. هر سوالی که تو ذهنتون تو این یک سال ایجاد شده، چالشی از خودتون میدونید دیگه. درس ما یه درسیه که تو بعضی از مباحث نظرات متفاوته. زنده باش عزیزم. منم دوباره سلام میگم به شما. بله این مسائل رو انشالله سلام برطرف میکنیم تو این تایمی که در اختیار داریم. تو طول سال اساتید مدرسه‌تون یا آموزشگاه زحمت زیادی کشیدن، ما سپاسگزار هستیم. حالا این چند جلسه هم ما در خدمتتون هستیم، امیدوارم که بتونم بعضی از مشکلاتتون رو برطرف کنم. اگر صحبت خاصی الان دارید، سوالی میخواید بپرسید، الان به من بگید تا ایشالله کلاس رو شروع کنیم. با انرژی. درس اصلی مونه. کلاس ضبط میشه دیگه، رکورد زدی دیگه. آره کلاس ضبط میشه. بله. نرجس پرسیده کلاس ضبط میشه. بله کلاس رو ضبط میکنیم. دیگه با انرژی دیگه. صحبت میکنم انشالله اگه شرایطش باشه. حتما چرا که نه. کیا مشتی خوندن آمادن واسه کنکور؟ بگید ببینم. رکورد زدی جانم رازبانی دیگه. خیالمون راحت. رکورد داره میشه دیگه. خیالمون راحت. مرسی. خب بچه اگر صحبت خاصی دارید الان انجام بدید تا بتونیم که شروع کنیم و به امید خدا حالا تو این چند جلسه ای که داریم 10-12 جلسه مباحث مهم رو مرور کنیم. اون قسمت هایی که حتما تو کنکور سراسریمون یا به احتمال بالا سوال داریم حتما اونا رو مرور کنیم. اگر اشکالی دارید بگید و برطرف کنیم. منم سلام میگم خدمت شما بچه‌هایی که جدید دارن وارد میشن. اگر نتتون ضعیف هست میتونید تصویر رو ببندید، اگر نه که ادامه بدید. سلام وقت شما هم بخیر عزیزم. عرض کردم صحبت میکنیم با مدیراتون انشالله تو استان و اگر شرایطش بود حتما فیلم رو هم به دستتون میرسونیم. سلام. تصویر صدا رو واضح دارین دیگه. خیالم راحت. مرسی. ما این بر کیفیت فول اچ دی داریم ضبط میکنیم فیلمو. اگر صلاح دیدن مدیران استان
حتما براتون ارسال میکنی. خب دوست دارم الان به من بگید کدوم فصل رو بیشتر مشکل داشتید، خوب متوجه نشدید، بگین. سلام عزیزم، بگین. فصل 6 و 7 11م امیر، دبیرستان شریعتی بوشهر. دیگه بودید ببینم. فصل 4 10م مریم. اوه اوه اوه، گردش مواد ها. دیگه 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 بودین. شیش و هفت یازده چهار ده، تمرکز بیشتری میذارم روش، خیالتون راحت. دیگه شیش و هفت دهم سروش میگه از گناوه. گیاهی ها، گیاهی ها که پسر کاری نداره که، ولی چشم، نکات مهم رو بهتون میگم از اون چیزایی که بیشتر تو کنکور سوال میاد بررسی میکنیم. خیلی خوب نگاه کنید بچه ها، گوش کنید به من. موقعی که گفتم بهتون پیام بدین که من بتونم تمرکز داشته باشم و سوالاتتون رو ببینم و جواب بدم، انشالله یکی دو زنگ آخرمون رو که چند روز بعده، کاملا اختصاص میدیم به پرسش و پاسخ، یعنی شما سوال میپرسید من جواب میدم. اما تو طول این جلسات هم اگر سوالی دارید، موقعی که میگم بچه ها الان میتونید سوالتون رو بپرسید، حتما بگید. خب ببینید، فصل یک دهم فصل سختی نیست، میدونید تو این سه سالم که زیستمون عوض شده، نظام جدید داریم، ازش سوال اونطوری نیومده. شاید اشارهی کرده باشن، ولی به صورت مشترک بوده با تستای دیگه. البته یه تغییراتی خب ما تو کتابا داشتیم. به فرض مثال گوارشتون سه تا گفتار شده، قبلا چهار تا گفتار بود. یعنی شما آشنایی با سلول و اندامک ها رو دیگه رفتیم تو فصل یک بررسی کردیم، قبلا اینجوری نبود. بافشناسی رو تو فصل دو بررسی میکردیم، الان دیگه تو فصل یکه. و مولکول های زیستی هم اضافه شده که قبلا نداشتیم، پس به اونها هم اشاره میکنیم. سوال اول ببینیم چیه، ببینیم میتونیم جواب بدیم. باشه عزیزم حامد، مباحث گیاهی و فصل شیشه یا ترسیدید از فصل شیشه یازده ها؟ اب نداره، بررسی میکنم. خیلی عالی، خیالتون راحت باشه. خب البته وقتی بچه ها فصل معرفی میکنید، خودتون میدونید زیسته دیگه. الان فصل 6 11 همو من دو روز صبح تا شب میتونم راجبش حرف بزنم و نکته بگم و یه بخش زیادش اصلا تا حالا نشنیدی، جدیده. پس سعی میکنیم اون مهم ها رو بگیم، اونایی که بیشتر استفاده میشه تو کنکور. سوال اول، موتورمون روشن شه. میگه با در نظر گرفتن سطوح سازمانیابی حیات. ببینید ما از این سوال مستقیم نداشتیم، سوالی که قشنگ ارتباط پیدا کنه با سطوح سازمانیابی حیات نداشتیم. یه مرور بکنیم دیگه، ضرر نداره. از کجا معلوم؟ شاید امسال بهش گیر دادن و سوال دادن. با در نظر گرفتن سطوح سازمانیابی حیات کدام گزینه درست است؟ سطحی که همه سطوح دیگر را شامل می شود. بگید ببینم، سطحی که همه سطوح را شامل می شود. از یاخته شروع کردیم، درسته؟ بافت، اندام، دستگاه، فرد، جمعیت، اجتماع، بومسازگان، اسم دیگرش اکوسیستم، زیستبوم و زیستکره. پس الان منظور سوال چیه؟ جواب بدید ببینم. بودید باریکلا. سطحی که همه سطوح دیگر را شامل می شود، منظورش چیه؟ تایپ کنید بچه ها. زیستکره، باریکلا. مهندس من پیامام بعضی موقع بالا میمونه، خودت حواست باشه. یه موقع من ببینم، الان داشتم میپرسیدم نمیدم. زیستکره، احسن.
میگه به طور حتم کل کره زمین جزء آن است. خب نه دیگه، کل کره زمین عزیز من، من سنگ کره دارم، هوا کره دارم، زیست کره قسمتی از اینه، یعنی جایی که بتونن حیات ببینن، زندگی ببینن. پس گزینه یک کاملا غلطه. گزینه دو، سطحی که پایین ترین سطح سازمانیابی سازمانیابی است چیه؟ یاخته میگه به طور حتم تنها سطح دارای فرآیندهای زیستی است. معلومه نه. الان مثلا به من بگن اندام آیا فرآیندهای زیستی داره؟ خب میگم بله. درسته که یاخته پایین ترین سطح سازمانیابی است که فرآیندهای زیستی انجام میشه، ولی اگه از من سوال بپرسن آیا توی باف، توی اندام، توی دستگاه شما فرآیندهای زیستی مشاهده میکنم، خب من میگم 100%. پس این قید تنها اشتباه است. دورم خط میزنم خوشگل. سطحی که تنها شامل افراد یک گونه است. کدوم سطح بچه شامل افراد یک گونه است؟ جواب بدید ببینم. حامد میگه گزینه 4. نگاه میکنیم گزینه 4. جمعیت، باریکلا، میگه جمعیت به طور حتم همه اجزای آن همه 7 ویژگی حیات رو دارن. ببینید ما وقتی صحبت از همه 7 ویژگی حیات میکنیم و میگیم جانداران دارن، قبول، ولی به طور مثال تا وقتی که یک جاندار اگه تولد مثل جنسی داره و به سن بلوغ نرسیده باشه، مثل خودمون رو در نظر بگیریم، اون موقع نگیم دیگه همه 7 ویژگی رو داره. پس این قید به طور حتم خرابش کرده. قسمت بعدی، سطحی که دریاچه ارومیه یکی از مثالهای آن است، اکوسیستم یا بومسازگان. میگه به طور حتم کل آن چیزی بیشتر از اجتماع اجزای آن است. طبیعتا همینه. اکوسیستم یا بومسازگان هم به موجودات زنده هم غیر زنده اشاره میکنه و اینا با هم در ارتباطن. بله، کلش رو بخوایم در نظر بگیریم چیزی بیشتر از اجتماع اجزای آن است. بله، جواب گزینه 4. احسن. آره بله بله، مشکل عقیمی رو میتونیم در نظر بگیریم، اما خب ما به طور کلی نگاه میکنیم. ببینید بچه ها، تو پاسخ دادن عجله نکنید. خب شاید بعضیا بگن که آقا به حالت کلی من گرفتم باید همه 7 ویژگی رو داشته باشه دیگه. تو ذهن طراح بعضی موقع نمیفهمی چی داره میگذره. نگاه کن، عجله نکن. گزینه 4 هم بخون. میبینید 4 خیلی درسته. خب بزن 4. 3 رو شک دارم، من نگر میدارم، یه دایره میکشم بغلش سر جلسه کنکور. 4 رو نگاه میکنم، 4 که میبینم دیگه درسته میزنم دیگه. اله نه عزیزم، نیازی نیست. زهره تو فامیلیت با من یکیه. نه نیازی نیست، فقط نکات مهم. خب سوال بعدی بچه، ژنتیک. ببینید من تو حل کردن سوال ژنتیک چی کار میکنم. همین کار هم اشاره سر جلسه کنکور انجام بدید. خب میگه که در یک خانواده که والدین هر دو سالمند، خب پسری فاقد عامل انعقادی شماره 8، یعنی مبتلا به شایع ترین نوع هموفیلی. آقا چرا کتاب گفته شایع ترین نوع هموفیلی؟ آقا ما هموفیلی آ داریم، هموفیلی ب داریم، اینا رو نمیخواد شما بلد باشید. شایع ترینش گفته به علت فقدان عامل انعقادی شماره 8، فاکتور شماره 8. خیلی خوب. پس وقتی میگه هر دو والد سالمن، ایکس اچ بزرگ ایگرگ پدر خانواده است، ایکس اچ بزرگ ایکس اچ کوچیک مادر خانواده. آقا چرا نوشتی اچ کوچیک؟ خب ببین پسر هموفیل داده دیگه، حتما باید ناقل باشه که ژن بیماری رو داده باشه بهش. میگه همچنین میتواند هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی را نیز در سطح قشای گوچای قرمز خود قرار داد. یعنی این پسره گروه خونیش آب بوده. خب قبول دارید دیگه، آ رو یا از مادر گرفته، ب رو از پدر، یا بالعکس. حالا من می نویسم آ، اینجا می نویسم ب،
مثلا به این صورت میگه اگر دختر این خانواده از نظر بیماری PKU فنیل کتونوری یه بیماری دیگه هم اضافه کرد که مثلا ما رو بریزه به هم ولی کور خونده، میگه بیمار باشد، خب وایسا، فنیل کتونوری یک بیماری غیر وابسته به جنس، غیر وابسته به ایکس، اصلا وابسته به ایگرگار که ما تو دبیرستان نخوندیم، خبرم ازش نداریم، ولی اینم من میدونم که فنیل کتونوری یا PKU یک بیماری غیر وابسته به جنس، غیر وابسته به ایکس. خب دختره مریض شده، خب پدر مادرم که گفته بودن سالم، بله 100% ژنوتیپ پدر و مادر اف بزرگ اف کوچیک بوده در رابطه با بیماری فنیل کتونوری. خب میگه با فرض یکسان بودن ژنوتیپ گروه خونی والدین، خب دیگه کارم خیلی راحت شد دیگه، پس اینم آب است، اینم آب است. میگه تولد کدام فرزندان در این خانواده احتمال داره؟ وقتی من ژنوتیپ پدر مادر رو نوشتم دیگه کاری نداره که. دقت کنید شما به سرعت، البته با دقت، ژنوتیپ پدر مادر رو با دیتایی که داره صورت سوال به من میده مینویسم، بعد دیگه جنگی، نیازی به ضرب کردن هم نیست، شما وقتی این کارا رو سر جلسه ندارید تو ذهنتون. میگه پسری با گروه خونی ب میده، خب آره دیگه ب میده، ب با ب بیاد گروه خونی ب میده، فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیلالانین. PKU بیماری بود که ما آنزیم تجزیه کننده فنیلالانین رو نداشتیم. وقتی تو صورت سوال گفته دختر با بیماری PKU متولد شده، احتمال این که پسرم متولد بشه هست، اصلا نیازی نیست من حساب کنم، ولی خب اف کوچیک بیاد با اف کوچیک، بله این اتفاق میفته. فاقد عامل نقادی شماره 8 وقتی صورت سوال میگه یه پسر اینجوری به دنیا آمده، پس احتمال این که بازم به دنیا بیاد هست، پس الف درسته. ب دختری با گروه خونی آ، بله گروه خونی آ هم به ما میده، آ بیاد با آ خالص، فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیلالانین، بله این اتفاق میتونه بیفته همونجوری که تو صورت سوال گفت. دارای عامل انقادی شماره 8، بله هم میتونه به صورت خالص بیاد هم میتونه به صورت ناخالص بیاد، پس به هم درسته. ببینید برای اینکه وقتتون تلف نشه سر جلسه کنکور همه عبارت ها رو نخونی 6 ساعت، الان وقتی الف درسته یا گزینه 1 درسته یا گزینه 3، بعد برم نگاه کردم دیدم به درسته، خب 3 رو میزنم دیگه، کاری نداره. حالا عبارت های دیگر رو ما بررسی کنیم. پسری با گروه خونی او، خب این اتفاق نمیتونه بیفته. ببینید هم پدر هم مادر گروه خونیشون آب است، پس او نمیتونه باشه. دارای عامل انقادی شماره 8، میتونه پسر هموفیل نباشه، ولی وقتی دیگه قسمت اول سال جور در نمیاد من خط میزنم. قسمت بعدی دختری با گروه خونی آب میده، فاقد عامل انقادی شماره 8 عمرن. چرا؟ چون پدر سالم است. آقا چرا چجوری؟ ببینید بچه ها تو بیماری های وابسته به ایکس نهفته، اگر پدر سالم باشد هیچ وقت دختر بیمار نمیدهد، در رابطه با بیماری های وابسته به ایکس نهفته. من دالم خط میزنم گزینه 3 که انتخاب کرده بودم کاملا درسته. خب ببینید بچه ها پیام باز زیاد دادین. من الان فاطمه چرا گزینه 4 عزیز من، حساب کردیم دیگه، دیدی؟ ببینید مراقب باشید، خطا بکنید کافیه یه خطای کوچیک تو حل مسائل ژنتیک انجام بدید، اون موقع دیگه خدافظی ها. خیلی خوب اشکالی نداره. یکی از بچه ها نوشته که صدا و تصویر دارید مگه؟ نداری تو سید اسماعیل میرجهان مرد، نداری صدا تو، صدا تصویر؟ خب بعضی از بچه ها شاید نتشون به مشکل بخوره، ضعیف باشه، گفتم تصویر رو ببندید، حتما نیازی نیست منو ببینید. خب تا اینجا بچه کسی مشکلی نداره؟ احسن، مرسی. فایل سوالا رو من سوره واسط میفرستم، چشم، میگم واسطتون بفرستم.
زنده باشی عزیزم، خودتون عالید. بچه ها یک فایلی رو من در اختیار مدیران قرار دادم که براتون ارسال کنن، جزوه جنبندی دارید همتون؟ آفرین. اون اثر، خب اونایی که ندارن اقدام کنن برای گرفتن. خب خیلی هاتون میگید که داریم. خب حتما حتما بچه ها واسه این جزوه زحمت زیادی کشیده شده. حالا چیزای دیگه رو من نمیخوام بگم چقدر هزینه برمیداره اینا برای خود ما. حتما حتما بگیرید از مدیراتون، بخونید اون فصلایی که مخصوصا مشکل دارید. خیلی جاهاشو من اومدم با همراهی چند تا از استادای مطرح کشوری اومدیم چیزای مهم رو گفتیم که مطمئن باشید تو کنکور ازش استفاده میکنید. کمون که دارید میبینید دیگه، یه تعدادی سوالا هر سال مثلا دانش آموزی که میره سر جلسه کنکور میخواد زیست امتحان بده، رب و رب به کبد باید بلد باشه، چون حتما سوالی داریم که بهش گیر میدن. حله؟ مرسی عزیزم، ممنونم. باشه فاطمه، نیازی نیست 300 صفحه رو بخونی که بابا جون. اون فصلایی که فکر میکنی مشکل داری برو حتما نگاه کن. نه نه، این نکته و تسته. اون سوالاتی که بیشتر تو کنکور استفاده میکنن من الان گیر دادم به اونا که حتما ازشون سوال داریم، ولی اون یه جزوه جنبندی کامله. شاید یکی بگه آقا من میخوام راجع به هورمونای گیاهی بیشتر بدونم، تایمی هم که ما داشتیم تایمی نبود که بخوای همه رو درست توضیح بدی، خوب توضیح بدی. اونو واسه تون فرستادم، برید نگاه کنید دیگه. اله مدیرانتون واسه تون میفرستن. مریم بریم سوال بعدی. مرسی. خب خب رسیدیم به قسمتی که 100% ازش سوال داریم. خواهشم اینه که گوشاتون رو تیز کنید. میگه بچه مشترک هر دو نوع فعالیت اکسیژنازی و کربوکسیلازی آنزیم روبیسکو، آنزیم روبیسکو. بچه ها یه کوچولو هم بذار پیشرفته تر بگم حال کنید. بعضی از بچه ها این پرسن که آقا سوال خیلی هست، آیا هر آنزیم یک جایگاه فعال داره؟ یعنی خیلی از بچه ها مشکل دارن جایگاه اتصال با جایگاه فعال یکی میدونن، درسته؟ دیگه حالا متنفرم باشی فاطمه باید حواست باشه، سوال داریم ازش 100%. خب ببینید جایگاه فعال با جایگاه اتصال فرق داره ها، حواستون باشه. ما اگر آنزیم هامون، ببینید بچه ها بعضی از آنزیم ها یه زیر واحد دارن، بعضی از آنزیم ها چند زیر واحد دارن. خب یعنی چی؟ ساده بگو منم بفهمم دیگه. نگاه کنید اون آنزیم هایی که شما تو کتابتون دارید میخونید یک جایگاه فعال بیشتر نداره، اونا جایگاه های اتصال پیشماده هاست. حواستون باشه با جایگاه فعال اشتباه نگیرید. اما ما آنزیم هایی داریم مثل روبیسکو، ایشالله تو دانشگاه میخونید، که 8 زیر واحد بزرگ داره، 8 زیر واحد کوچیک داره، 8 زیر واحد بزرگش هر کدوم یه جایگاه فعال داره. خب پس اگر آنزیم چند تا زیر واحد داشته باشه ما میگیم بله چند تا جایگاه فعال میتونیم در نظر بگیریم، ولی شما دبیرستانی هستید آنزیم ها یک جایگاه فعال واسه شون در نظر میگیرید، بقیه جایگاه اتصال پیشماده هاست نه جایگاه فعال. خواهشم اینه به این دقت بکنید. حله؟ سلام عزیزم، سلام. متوجه شدین؟ تایپ کنید بچه، تایپ کنید که من بدونم متوجه شدین. آها حالا شد قشنگ، باری کلا. خب پس خواهشی که ازتون دارم دیگه برای مثلا آنزیم روبیسکو نگید آقا یه جایگاه فعال برای ریبولوز دیسفوسفات داره،
یه دونه هم CO2 یا اکسیژن میتونه بشینه. نه اینجوری نیست، اینا جایگاه اتصال، هر کلش جایگاه فعال. خب بچه مشترک هر دونه فعالیت اکسیژنازی و کربوکسیلازی آنزیم روبیسکو، آنزیم روبیسکو همانند آنزیم دی ان ای پلیمراز دو نوع واکنش رو میتونه کاتالیز کنه. آقا دی ان ای پلیمراز مگه چیکار میکرد؟ دنوبسفراز خب پیوند فسفودیستر تشکیل میده، بعد هر پیوند فسفودیستر که تشکیل داد برمیگرده نگاه میکنه اینکه دقیقاً مکانیزم چیه، اینا رو شما نمیخونید، فقط دقت کنید به متن کتاب و گفته های ما، چک میکنه اگر اشتباه کرده این رو برطرف میکنه، پیوند فسفودیستر رو میشکنه، پس خاصیت نوکلئازی هم داره، علاوه بر بسپارازی نوکلئوتید صحیح رو میذاره، بعد راشو میکشه میره. آیا من سوالم از شما اینه، ترکیب کنیم دیگه، آیا آنزیم دی ان ای پلیمراز همیشه متوجه اشتباهش میشه؟ خیلی احسن، خیلی باریکلا، دمتون گرم. اگر همیشه متوجه اشتباهش میشد که ما دیگه جهش تعریف نمی کردیم که. بعضی موقع خنگبازی در میاره، حله سوتی میده، دقت کنید که تحت عنوان جهش بررسی میکنیم. راجب جهش هم حتما صحبت مفصل میکنم که میدونید دیگه هر سال تقریبا سوال داریم ازش. خب آقا آنزیم روبیسکو هم دو نوع واکنش رو کاتالیز میکنه. میگه آره ببین من آنزیم روبیسکو، من بیام نگاه کنید، من دو تا جایگاه اتصال دارم، یکیش خاص ریبولوز بیس فسفات بیاد بشینه، من مشکلی ندارم، ولی این طرف تو جایگاه اتصال هم اکسیژن رو میشناسم هم CO2. خب کدوم رو انتخاب میکنی؟ من میگم هر کی غلظتش زیادتر باشه، اطراف من هر کدوم بیشتر باشه، اون بیاد بشینه. بله آنزیم روبیسکو اینجوریه، طی تکامل هم حفظ شده. خب حالا تو فعالیت اکسیژنازی چرا من به این سوال گیر دادم؟ خیلی قشنگ داریم درس میدیم دیگه، چون 100% سواله، 100% یکی از ایناش سواله، از این چیزایی که داریم اشاره میکنیم. آقا آنزیم روبیسکو تو فعالیت کربوکسیلازی دقیقا چیکار میکنه؟ ریبولوز بیس فسفات یک قند 5 کربونه با 2 فسفات رو CO2 رو بهش اضافه میکنه، تبدیل میکنه به یک ترکیب 6 کربونه 2 فسفاته. اسمش مهم نیست، شما هنوز دبیرستانی هستید کوچولوین، ایشالله بعدا اینا رو یاد میگیرید. به این میگن کتو اسید، یک نوع کتو اسیده. خب اسامی اینا مهم نیست، سری میشکنه، ناپایداره. کتاب میگه ناپایداره. آقا وایسا یه سوال دارم، کتاب گفته ناپایداره، من تو تستا دیدم ها، میگن آنزیم نیاز نداره. بابا جون اصلا کتاب ما هدفش این نبوده که تو متوجه شی این آنزیم نیاز داره یا نداره، اما در واقع چیه داستان. اگر تو تستا دیدید گفتن آنزیم نیاز نداره، شکستنش به دو تا ترکیب 3 کربونه با یه دونه فسفات، بگید باشه آنزیم نیاز نداره. ولی درستش اینه که خود آنزیم روبیسکو این واکنش رو داره کاتالیز میکنه. متاسفانه تو تستا میان میگن که آنزیم نیازی نداره، چون اکثرا درست میگیرن، ما هم میگیم باشه شما خوبی، میگیم که آنزیم نقشی نداره، ناپایداره، سری میشکنه. تا اینجا اوکی این؟ مرسی. خب حالا این شد چی؟ فعالیت کربوکسیلازی. قشنگ چرخه رو بهتون توضیح میدم. فعالیت اکسیژنازی چیه؟ ادامه داستان دیگه. فعالیت بذارید بگم دیگه، ما که داریم کامل اینا رو میگیم. خب چرخه کالوین، فعالیت کربوکسیلازی آنزیم روبیسکو، یه ترکیب 5 کربونه به نام ریبولوز بیس فسفات کربوکسیله میشه. کتاب با 6 تا ریبولوز بیس فسفات شروع کرده، ما هم این کارو میکنیم. 6 تا CO2 میاد با اینا ترکیب میشه، 6 تا ترکیب 6 کربونه بر من درست میکنه با 2 تا فسفات. میگه ناپایداره، سریع میشکنه. میشکنه به چی؟ 12 تا ترکیب 3 کربونه تک فسفاته. آقا وایسا یه نکته بگو ببینم،
6 تا CO2 که وارد ترکیب با ریبولوز بیس فسفات شده، الان این 12 تا ترکیب سه کربونات با تک فسفات 6 تا CO2 12 تا ترکیب. پس اگر از من پرسیدن همه این 12 ترکیب سه کربونه که فقط ما تحت عنوان اسید میشناسیم کربون های CO2 درش دیده میشن، جواب چیست؟ بله بله، واکنش ها رو همه رو باید یاد بگیرید. سوال داریم همیشه. سوال یه بار دیگه تکرار میکنم، آیا این 6 تا مولکول CO2 میتواند در هر کدام از این اسیدهای سه کربن مشاهده شود؟ جوابتون چیه؟ غلطه، باریکلا. احسن احسن بابا. خب 6 تا CO2 بوده، الان 12 تا داری دیگه، تو همش که نمیتونه وارد داشته باشه، وارد شده باشه. 6 تا از اینا فقط شامل اون CO2 هستن. سوال، آیا من میتونم بگم در هر سلول که کلروپلاست داره و آنزیم روبیسکو داره فعالیت میکنه، این CO2 ها حتما مستقیما از جو اومده؟ میتونم بگم همچین چیزی رو؟ جواب بدین. نه، باریکلا. احسن. ما دیدیم تو گیاهان سی چهار ابتدا CO2 جو باید توی ترکیب چهار کربونه که اسمشون مهم نیست تثبیت بشه، بعد تو مرحله بعدی تثبیت اون ترکیب چهار کربونه کربون رو به صورت CO2 آزاد کنه، حالا آنزیم روبیسکو یقش کنه تثبیتش کنه. این در گیاهان سیسه است که مستقیم این اتفاق براش میفته و میدونیم بیشتر گیاهان سیسه هستن. خب 12 تا ترکیب سه کربونه تک فسفاته. آقا الان بعد چه بلایی من سرش بیارم؟ گوش کن. اول بچه ها همه اینا مهمه ها. ابتدا الف 12 تا آتپه مصرف کن. آقا 12 تا آتپه مصرف کنم که چی بشه؟ اینو یه فسفات دیگه به این اسید سه کربونه بده. یعنی میشه 12 تا ترکیب سه کربونه دو فسفاته. آقا برای چی دارم این کارو میکنم؟ ما اینا رو نمیخونیم مکانیزمشو که چرا این کارو داریم انجام میدیم. برای اینکه واکنش اون ادامه پیدا کنه، ما بتونیم احیاش کنیم، الکترون بهش بدیم. اگه این اتفاق نیفته نمیشه. خب 12 تا ATP مصرف کردی، چی دادی؟ 12 تا ADP فسفات رو دادی بهش دیگه. بله. خب قسمت بعدی، قسمت B، 12 تا NADP هاشی که تولید کرده بودیم تو واکنش های نوری فتوسنتز. حالا اینجا بیا اینا رو چیکار کن؟ مصرف کن. 12 تا NADP هاش. آقا الکتروناشو میخوام. آره. الکتروناشو میده به این. خب 12 تا NADP هاش مصرف کنی، 12 تا NADP مثبت داری دیگه. هر کدومش دو الکترون. پس هر کدوم از این ترکیبات دو تا الکترون میخواد. وقتی الکترونا رو دادی بهش، حالا کارمون با فسفات تمومه. فسفات هم ولش کن بره. باشه. پس قسمت جیم 12 تا فسفات، خوب گوش کنید آخرش سوال میپرسم. 12 تا فسفات رها میکنیم بره پیکارش. آقا چی تولید شد؟ چی شد بالاخره؟ 12 تا ترکیب سه کربن تک فسفات منتها. الان اسمش قنده. نه دیگه اسید. این اسید بود. الان اسمش قنده. خب باشه آقا، 12 تا قند سه کربونه با تک فسفات ساختی. آره، ادامه بده ببینیم. باش بچه ها، هر چی ساختید یک ششمشو از چرخه بکشید بیرون، پنج ششمو ادامه بدید. یک ششمو ازش بکشم بیرون، یعنی دو تا ترکیب سه کربونه تک فسفات من میارم بیرون. آقا چیکارش میکنم؟ میبرم مولکولای عالی بسازم، به ویژه گلوکوز. آقا گفتی پنج ششمو نگه دار. آره، یعنی 10 تا ترکیب سه کربونه تک فسفات. آره، که چی بشه؟ مولکولی که مصرف کردی تحت عنوان ریبولوز بیس فسفات، خب الان بیا دوباره بازسازیش کن دیگه، که سری بعدم بتونی ازش استفاده کنی، که یه دفعه که نیست که. خیلی خب، چجوری بازسازی کنم؟ 10 تا ترکیب سه کربونه با یه فسفات نمیتونی مستقیم تبدیلش کنی به ریبولوز بیس فسفات. آقا چیکار کنم؟ اول یه ترکیبی بساز به نام ریبولوز فسفات. آقا این دیگه چیه؟ چجوری؟ ببین 10 تا ترکیب سه کربونه داری، ما چرخه رو با 6 تا ریبولوز 20 فسفات شروع کردیم،
پس 6 تا هم ریبولوز فسفات میخوای. 10 تا ترکیب سه کربونی داری، 10 تا سه تا کربن میشه 30 تا کربن، 6 تا 5 تا کربن میشه 30 تا کربن. پس تعداد کربن ها رو کم و زیاد نکردی، اما چیدمانش رو به هم ریختی ها، چون اینجا ترکیبات سه کربونه بود، اینجا 5 کربونه. آقا وایسا، میگم چی شده؟ میگی آقا جون اینا مگه 10 تا نبودن؟ آره 10 تا هم فسفات داشتیم دیگه، تو هر ترکیب یه دونه 10 تا فسفات. آره پس ما با 4 تا فسفات خدافزی کردیم آقا. چرا؟ چون 6 تا ترکیب ریبولوز 20 فسفات داری که یه فسفات داره، پس 4 تا فسفات هم تو این مرحله رفتن. خب ادامه ده، این 6 تا ریبولوز فسفات رو من 6 تا آتپه مصرف میکنم، فسفات رو بهش میدم، چی میاد بیرون؟ 6 تا آدپه که الان ترکیب ما شد اسمش ریبولوز 20 فسفات. پس دقت کنید به این چرخه، شما برای ساخت یه دونه گلوکوز چیکار کردی؟ 6 تا ریبولوز 20 فسفات مصرف کردی، 6 تا CO2 کشیدی تو چرخه، تثبیتش کردی این 6 تا کربنو، یه گلوکوز ساختیم با دو تا ترکیب سه کربنی که کشیدیم از چرخه بیرون، 10 تا رو ادامه دادیم، اینجا 4 تا فسفات رها کردی. پس برای ساخت یک مولکول گلوکوز به من بگید ببینم چند تا فسفات از چرخه خارج شد؟ چی شده فائزه؟ عزیزم کنکور داریم دیگه، تو الان باید هر سه تا کتاب رو بلد باشی، طول سال نیستش که بیایم یهو بگیم خب به نام خدا فصل یک. چند روز دیگه کنکوره دختر؟ 16 تا باریکلا. ببینید 12 تا فسفات تو این گام ما از چرخ خارج کردیم، 4 تا فسفات هم تو این گام، پس برای ساخت یک مولکول گلوکوز 16 تا فسفات خارج شد از چرخه. چند تا آتپ مصرف کردیم؟ بگید سری چند تا آتپ؟ بودت ببینم باریکلا. هیجده تا باریکلا، مهدیه، مریم، احسن، 18 تا. چند تا اناده پاهاش؟ 12 تا. پس برای ساخت یک مولکول گلوکوز 18 تا آتپه مصرف کردی، 16 تا فسفات فرستادی از چرخه بیرون، مکانیزمو بهتون گفتم چرا چجوری، 12 تا هم اناده پاهاش مصرف کرد. دقت کنید بچه ها، نگاه کنید این جمله‌ای که میگم درسته یا غلط، یا تایید میکنید یا میگید غلط این جمله. من میگم هر ترکیبی که توی چرخه من دارم نگاه میکنم، نه اونایی که وارد میشن خارج میشن، فعلا با اونا کاری ندارم، تمام این ترکیبات حداقل یک فسفات رو دارن. 18 چجوری شد؟ 12 تا آتپه اینجا مصرف کردی، 12 تا آتپه اینجا مصرف کردیم، 6 تا هم آتپه اینجا مصرف کردیم. پس کلا برای ساخت یک مولکول گلوکوز 18 تا آتپه مصرف کردیم. متوجه شدی؟ خب سوال من چی بود؟ آیا هر ترکیبی که توی چرخ من دارم میبینم همشون فسفات دارن؟ نه نه عزیزم، برای تولید 6 تا گلوکوز نیست، این کلش برای تولید یک گلوکوزه، دو تا ترکیب سه کربونه، قند سه کربونه از چرخه اومدن بیرون، این سه کربونه ها رو به هم بچسبونیم میشه 6 تا کربن، یه دونه گلوکوز دیگه، گلوکوز 6 تا کربن داره. بله آفرین، بله 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 بله، هر ترکیبی که من دارم میبینم توی چرخه، اونایی که وارد میشن خارج میشن کاری ندارم، همشون حداقل یه دونه فسفات رو دارم، پس این کمک زیادی نمیکنه تو طراحی سوال. ممکنه چجوری بگم بچه ها؟ بگن در هر مرحله، پارسال پیارسال نمونه هاشو دیدید دیگه بچه ها، سوال سخت میدن ها، خوب باید اینو فهمیده باشی، درک کرده باشی، حفظ کنی به درد نمیخوره. بگه در هر مرحله ای که
مولکول فسفات دار مصرف می شود. خب آقا باش، در هر مرحله ای که مولکول فسفات دار مصرف می شود، من الان یکی یکی براتون مشخص کنم. تو گام یک ریبولوز بیس فسفات رو من مصرف کردم، خب اینجا هم داری مصرف. تو گام دو من اومدم این، حالا این قسمت ناپایدار بودن کتاب دیگه با یه فلش چیز کرده کامل توضیح نداده، 12 تا اسید تک فسفات رو تبدیل کردیم به 12 تا ترکیب قند تک فسفات. خب بازم اینجا مصرف کردی، اینجا هم همچنین همش داری مصرف میکنه دیگه، پس این کلید خوبی نیست. تو همه گام ها بالاخره داری تو یه ترکیب فسفات دار مصرف میکنی، همچنین تولید، پس باید من مراقب باشم ببینم چی از من داره میپرسه. یا مثلا این شکلی میگه، میگه در هر مرحله که آتپه مصرف میشود. خب من تو این گام اومدم آتپه مصرف کردم، آقا کدوم گام؟ ترکیب اسید سکربونه به قند سکربونه. یکی هم تو گام آخر تبدیل ریبولوز فسفات به ریبولوز بیس فسفات، ما آتپه مصرف کردیم دیگه. پس اگه صورت سوال بگه در هر مرحله که آتپه مصرف میکند میشود، چند مورد از عبارت های زیر درست است، دیگه تو میدونی کجاها آتپه مصرف کردی، عبارت ها رو بخون ببین چی میگه. این از چرخه کالوین، کسی اگه سوالی داره بپرسه. بله بله بله، فقط دقت کنید ها، اگر به من بگن در هر مرحله ای که نوعی نوکلوتید فسفات دار مصرف میشود، اینا رو دقت کنید ها. خب ببینید، هم آتپه نوکلوتیده، هر مولکول نوکلوتیدی، هم آتپه نوکلوتیده. آتپه چه نوکلوتیدیه؟ ریبو نوکلوتید، قندش ریبوزه، باز عالی، آدنین. همچنین انادپه هاش، اینم بچه یک مولکول نوکلوتیدیه، از دو تا نوکلوتید تشکیل شده. دقت کنید این که بهتون میگم، اناده هاش، افاده هاش دو و ان آدپه هاش، هر ستای اینا که مولکول های حامل الکترونن، از دو تا نوکلوتید تشکیل شدن. اما ان آده هاش بچه ها دو تا فسفات داره، افاده هاش دو دو تا فسفات داره، ان آدپه هاش سه تا فسفات داره. به این دقت بکنید. حالا هر کی سوال داره چرخی کالوین بپرسه، اگر نه که بریم قسمت بعدی. بله خب، حالا آقا چرخه کالوین رو گفتی، تنفس نوری هم بگو دیگه. خیلی ما از اینا سوال داریم، حداقل تو هر کدوم از کنکورها. نه نه نه، فقط 12 نیست دیگه، جنبندی همه فصل ها، همه کتاب ها. خب گوش کنید به همین چیزهایی که من میگم یاد بگیرید، باور کنید چند تا تست رو خیلی راحت جواب میدید، عجلم نداشته باشید. گاماس گاماس دیگه. خب تنفس نوری، آقا تنفس نوری دیگه چیه؟ میگه اگر غلظت اکسیژن اطراف آنزیم روبیسکوپ بره بالا، روبیسکو دیگه کربوکسیلازی فعالیتش رو انجام نمیده، میاد فعالیت اکسیژنازی انجام. آقا چجوری؟ با همون ریبولوز بیس فسفات شروع میکنه، منتها به جای اینکه این دفعه اینو کربوکسیل کنه، اکسیژن میکنه. آقا چه اتفاقی میفته؟ تبدیل میشه به دو تا ترکیب. حالا با فسفاتاش کاری نداریم ها، کتاب جزئیاتو به ما نمیگه. یه ترکیب سه کربونه، یه ترکیب دو کربونه، میشکنه، ناپایداره دیگه. اکسیژنه که میشه ناپایداره، سریع میشکنه به دو تا ترکیب، یکی سه کربونه یکی دو کرب. آقا ادامهش چی میشه؟ نگاه، سه کربونه تو کلروپلاس میمونه، دو کربونه از کلروپلاس خارج میشه، پس این در کلروپلاس میماند. آقا میمونه که چی بشه؟ به مصرف بازسازی دوباره ریبولوز بیس فسفات برسه. آقا دو کربونه چی میشه؟ دو کربونه از کلروپلاس خارج میشه. کتاب میدونی چی گفته؟ میگه این ترکیب دو کربونه که از کلروپلاس خارج میشه، اسمش هم مهم نیست، بعدا انشاءالله تو بیوشیمی یاد میگیرید، این ترکیب دو کربونه بخشی از واکنش ها تو میتوکندری
انجام میشه و CO2 آزاد میشه. آقا قشنگتر میگی من بفهمم، کتاب گنگ گفته. نگاه کنید بچه ها، تو تنفس نوری سه تا اندامک درگیرن، کلروپلاست، میتوکندری و یه اندامکی به نام پراکسیزوم که اصلا شما تا حالا اسمشو نشنیدی، کتاب نمیگه. پس وقتی چیزی رو که کتاب قبلا تو رو باهاش آشنا نکرده توقع نداشتی که اینو مینوشت. میدونی کتاب چی جوری نوشته؟ بخشی از واکنش ها در میتوکندری انجام میشود وقتی که اون ترکیب دو کربن از کلروپلاست خارج میشه. پس من احتمال میدم یه اندامک دیگه هم درگیر باشه، احتمال میدم، کتاب راجبش حرف نزده. درسته، یه اندامکی به نام پراکسیزوم. خب این میاد تو میتوکندری کربن دی اکسید از دست میده. کسایی که دوست دارن تنفس نوری رو کامل متوجه بشن، برید تو آپارات، من اونجا حدود 20 دقیقه راجع به تنفس نوری واکنشاش حرف زدم، ولی به دردتون خیلیاش برای کنکور نمیخوره، اونایی که المپیادیان به دردشون میخوره. پس من همینقدر برای کنکور یاد بگیرم که ترکیب دو کربونه که بخشی از واکنشا توی میتوکندری انجام میشه، یک کربن به صورت CO2 دست میده. آقا پس تنفس نوری داره اتلاف کربن داریم انجام میدیم دیگه. بله. خب آقا تنفس نوری بده، پس اگه تنفس نوری بد بود انتخاب طبیعی که اینو نگرش نمیداش، که انتخاب طبیعی حذفش میکرد. آقا خب تنفس نوری چیش خوبه؟ کتاب شما به جزئیات نپرداخته، نیازی هم نیست شما بدونید برای چی. مثلا یک مواد مولکولای سمی تولید میشه، اگر تنفس نوری نباشه این مولکولای سمی باعث مرگ سلول و گیاه میشه. پس ما نیاز داریم، جزئیات ما نمیخونیم، فقط در حدی که کتاب داره یاد میده. اتفاقا تنفس نوری خوبه، باید اتفاق بیفته، چون روبیسکو اکسیژن غلظتش وقتی میره بالا این ریبولوز بیسفوسفات رو داره هی میشکنه، داره گند میزنه، ولی در ادامه ما باید این گند زدنشو تا جایی که میتونیم جلوشو بگیریم. این کارم میکنیم ما، ولی بالاخره یه کوچولو اتلاف کربن داریم. برای همینه که کتاب میگه که تو تنفس نوری ما هیچ آتپی تولید نمی کنیم برخلاف تنفس یاخته ای، و این داره از مقدار قند هامونم کم میکنه. منظورش اینه. تا اینجا مشکلی نیست؟ خب عرض کردم من اسمتونم نمیتونم تلفظ کنم. تنفس نوری رو کامل میخواد یاد بگیره، تو آپارات برید سرچ کنید، توضیح دادم کامل، به دردت نمیخوره. ببین آخه نیازی نیست من همش رو توضیح بدم، وقتمون گرفته میشه، جلساتمون کمه، خیلی چیزا باید گذاشت. ببینید بچه ها، این ترکیب دو کربونه با یه ترکیب دو کربونه دیگه ادغام میشن، میشه ترکیب چهار کربونه. اون یه دونه کربن به صورت CO2 از دست میده، یعنی 75% کربن ها رو ما نجات میدیم، 25% رو از دست میدیم. اینا دیگه برای الان نیست، ان برای دانشگاه. زنده باشی عزیزم، خودتون عالی هستید، ممنون. خب من یه سوال میپرسم، یه عبارت میگم، جمله میگم، یا تایید میکنید یا تکذیب میکنید. هر CO2ی که در میتوکندری تولید می شود الزاماً در تنفس یاخته‌ای تولید شده است، درسته؟ نه، دو تا CO2 مریم تولید نمیشه. این ترکیب دو کربونه میره با یه ترکیب دو کربونه دیگه ادغام میشه، میشه ترکیب چهار کربونه. این یه دونه کربن رو به صورت CO2 از دست میده. جزئیات رو عرض کردم، نمیخواد بلد باشین. زنده باشه. خب سوالم اینه آیا هر CO2ی که توضیح دادیم دیگه، الان دیگه هر CO2ی که تو میتوکندری تولید میشه الزاماً تو تنفس یاخته‌ای تولید شده؟ غلطه، باریکلا. ممکنه که تو تنفس نوری این CO2 تولید شده باشه. دقت کنید این نکته ها مهمه برای طراح. بله ما تو تنفس یاخته ای
ما میدونیم واکنش اکسایش پیروات تو میتوکندریه، اونجا ما کربن به صورت CO2 از دست میدیم. تو چرخه کربس کربن به صورت CO2 از دست میدیم. اما هر CO2ی که تو میتوکندری تولید شده الزاماً مربوط به واکنش های تنفس یاخته‌ای نیست، ممکنه تنفس نوری باشه. حل اینا رو یاد گرفتیم، حالا بریم سراغ تست ببینیم میتونیم از عهده‌اش بر بیایم. احسن، ممنون. آقا رازمانی کدوم فایل بود؟ آها این اولی اثره. خب حالا جواب بدیم. ایشالله ایشالله، چرا که نه. نگاه کنید بچه ها، سوالایی که من انتخاب کردم واسه این از آزمون‌های آزمایشی بوده، سعی کردم اون سخت‌ترین‌ها رو انتخاب کنم که تحلیل کنیم سطحمون بره بالاتر. میگه هر پیش ماده معدنی، آها آقا روبیسکو چند تا پیش ماده داره؟ یکی ریبولوز بیس فسفات، یکی CO2، یکی اکسیژن. دو تاش معدنیه، یه دونش عالی. خب هر پیش ماده معدنی که در جایگاه فعال آنزیم روبیسکو قرار میگیرد، یعنی CO2 و اکسیژن، تنها به صورت مولکول گاز به گیاه وارد میشه. نظرتون چیه؟ غلطه. باریکلا مریم. اصلا دهم فصل 7 گیاهی گفته بود که مقداری کربن دی اکسید با آب ترکیب میشه به صورت بیکربنات وارد گیاه میشه. احسن، پس گزینه یک خط میخوره، درسته؟ باریکلا، عالی. گزینه دو، هر ترکیب شیمیایی که در جایگاه فعال آنزیم روبیسکو قرار میگیره، من میدونم این ستاست، طی فرایند چرخه کالوین در بستره مصرف میشود. من میدونم چرخه کالوین تو بستره است، پس محل آنزیم روبیسکو هم تو بستر است. آیا هر سه تای اینا تو چرخه کالوین مصرف میشن؟ جواب چیست؟ بگید ببینم. بدوید. خیر، باریکلا. اکسیژن چه ربطی داره به چرخه کالوین مصرفش؟ تو تنفس نوری مصرف میشه، پس دورم من خط میزنم. تست سختیه، اگر خوب بلد نباشی نمیتونی بزنی، ولی بعضیاتون ماشاءالله دارید خوب جواب میدید. میگه هر فراورده ناپایداری که بر اثر ترکیب دو ماده عالی و معدنی تولید میشه، آقا اینو سادهش کن، سردرده. یعنی چی ترکیب دو تا ماده عالی و معدنی؟ اگر ریبولوز بیس فسفات با اکسیژن ترکیب شه، اون ماده های ناپایداری که تولید میشن بعدش در ادامه ما یه ترکیب سه کربونی داریم، یه ترکیب دو کربونه. خب اگر لوز بیس فسفات CO2 ترکیب بشه، ماده ناپایدار اسامی رو ما نمیخونیم، یک ترکیب شیش کربون است. خب میگه هر فراورده ناپایداری که بر اثر ترکیب دو تا ماده عالی و معدنی تولید میشود، پس من یکی رو میگیرم ریبولوز بیس فسفاتی که اکسیژنه شده، یکی رو میگیرم اون کتو اسیدی که بهتون گفتم اسمشو نمیخونیم دیگه، ترکیب شیش کربونه با دو تا فسفات. خب حالا میگه هر کدوم از اینا یک کربن بیشتر از ریبولوز بیس فسفات داره؟ نه خیر، اینکه یک کربن بیشتر از ریبولوز بیس فسفات نداره که، مساویه. این یک کربن داره بیشتر، پس اینو من خط میزنم. متوجه شدین؟ آفرین، باریکلا. چون تو تنفس نوری بله ترکیبی که به وجود میاد پنج کربن است، در ادامه شکست به سه کربن و دو کربن، پس گزینه سه هم خط میخوره. گزینه چهار میشه جواب ما دیگه. چهار هم نگاه بکنیم اشتباه نکرده باشیم یه موقع جایی. بچه هر کسی تو هر سطحی انسانیم دیگه، ممکنه که یه سوالی رو غلط بزنیم. میگه هر ترکیب سه کربونه که از تجزیه فراورده آنزیم روبیسکو تولید میشود میتواند در فضای بستر مصرف.
آقا ندید من میگم درست. چرا؟ چون محل آنزیم روبیسکوپ بستر است دیگه. حالا چه تنفس نوری باشه، چه کالوین باشه، این ترکیباتی که دارن تولید میشن، ترکیبات سه کربونه، بله تو بستر مصرف میشه. ترکیب سه کربونه حاصل از تنفس نوری به مصرف بازسازی ریبولوز بیسفوسفات میرسه، ترکیب سه کربونه که اسیدم از حاصل فعالیت آنزیم روبیسکوه، این هم عرض به خدمت شما که وارد چرخه کالوین میشه که اونم تو بستر است، پس میشه گزینه 4. اله آره عزیزم، وقتی میگه میتواند، خب میتواند دیگه، مشکلی نداریم که. اوکی این بچه ها، فرقی نمی کنه، روبیسکو کارش مشخصه، فرقی نمی کنه تو چه نوع گلی باشه، فقط محلش برای ما مهمه که بدونیم اگر مثلا گیاهمون 34 باشه دیگه محل آنزیم روبیسکو یاخته های قلاف آوندیه، ولی اگر 33 باشه قلاف آوندی نیست، میان برگه. اوکی احسن، مرسی. هر سوالی دارید بپرسید بچه ها، بریم سراغ سوال بعد. میگه که چند عبارت در ارتباط با فرایندی صادق است که مقاوم شدن باکتری ها نسبت به پادزیست یا آنتیبیوتیک رو توجیه میکنه. سریع به من بگید ببینم کدوم فرایندی که مقاوم شدن باکتری ها رو نسبت به آنتیبیوتیک توجیه میکنه، بگید ببینم. سریع. آفرین مریم انصاری. منصوره، بله منصوره، جهش نه، انتخاب طبیعی دختر. حامد باریکلا. زهره انتخاب، زهره حواست باشه تو فامیلیت مثل منه ها، باید بگی همه رو. مرسی. فاطمه مطهره، احسن، انتخاب طبیعی، احسن. حالا که بلدید ببینید میتونید جواب بدید چند تاش درسته، فکر کنید. ممنونم، مرسی که انرژیتون بالاست و دارید همکاری میکنید، احسنت. بقیه بچه هم لطفاً ماست نباشید دیگه، پیام بدید، سوال بپرسید. ببینم کی میتونه جواب بده به این. منم یه نفس بگیرم. آقای رازبانی یه زحمت بکش از اسامی بچه هم یه فیلم داشته باش که بعدن ما واسه اینا حتما فیلمو بفرستیم، چون بالاخره اومدن سر کلاس. خب فاطمه شیخی میگه گزینه 2، سارا یوسفی، فاطمه سمسامی گزینه 1. من اسم تو رو نمیتونم چرا تلفظ کنم. گزینه 3 مطهره میگه 1. آها مریم نصیری، پس چرا اینجوری اومده؟ خب اختلاف نظر بین شما زیاده، یه سریاتون گفت 1، یه سریاتون 2، یه سریاتون 3. الان من جواب درست رو میگم، حالتون گرفته شه. خب میگه چند عبارت در رابطه با انتخاب طبیعی درست. میگه با انتخاب ژن‌ها و ایجاد صفات، بچه ها انتخاب طبیعی ایجاد میکنه صفات رو، نه خیر، صفات رو انتخاب میکنه. انتخاب طبیعی خیلی غلط کرده که میتونه صفات ایجاد کنه، پس الف خط میخوره، غلطه ایجاد صفات. مریم نصیری میگه چه ایجاد نمیکنه، باریکلا. میگه برای پاسخ به پرسش
جانور چگونه رفتاری رو انجام میدهد ترکیب با فصل 8. ما دو نوع پرسش داشتیم در رابطه با رفتارهای جانوری. یکی اینکه چرا این رفتار رو انجام میده، یکی اینکه چگونه. چرایی مربوط به انتخاب طبیعیه، اینکه چگونه و مکانیسم انجام رفتار چیه این ربطی به انتخاب طبیعی نداره. فرآیندهای ژنی رو میان بررسی میکنن، فیزیولوژی بدن رو میان بررسی میکنن و به اون میرسن. پس برای پاسخ به پرسش جانور چگونه این رفتار رو انجام میدهد مورد بررسی قرار میگیرد، خیر، برای پاسخ به پرسش های چرایی است نه چگونگی. پس به خط میخوره. اونایی که گفتن 3-4 خراب کردین. حالا دوتای بعدی رو فاطمه شیخی، چرا بیخیال؟ بچه ها گرگ باشین، اعتماد به نفستون بالا باشه. بیشتر پسرها نسبت به دخترها خیلی اعتماد به نفس بالاتری دارن. دخترها بعضن بیشتر هم درس میخونن نسبت به پسرها، ولی چون این اعتماد به نفسشون پایین تره خراب میکنن. جیم، سبب برگزیدن رفتار دگرخواهی. ببین انتخاب طبیعی تو برگزیدن رفتارها خب نقش داره دیگه، هر رفتاری. بله رفتار دیگر. فقط یه چیزی هم بهتون بگم، ادامه بدید، شاید یه رفتاری رو به یه جونوری ربط داده که اصلا ربطی بهش نداره. سبب برگزیدن رفتار دگرخواهی در دو مسایی، بله، زنبورهای عسل کارگر. بله جیم مشکلی نداره، درسته. یه چیزی یاد بدم تو تست زدن ها، برخلاف هماننده رو اول نخونید. ببینید قسمت دوم راجع به خود انتخاب طبیعی صدق میکنه، اگه صدق کرد برخلاف هماننده رو بخونید، اگه نکرد خط بزنید بره دیگه. میگه انتخاب طبیعی موجب کاهش تنوع زیستی. آره دیگه، چون صفات سازگار رو انتخاب میکنه باعث کاهش میشود. البته یه نکته دیگه الان بهتون میگم، کاهش تنوع و توان بقای جمعیت در شرایط محیطی مختلف. من انتخاب طبیعی میگم آقا اینایی که از دید من خوبن بمونن، بقیه خدافزی. خب اگر شرایط محیط تغییر کنه و اینایی که موندن نتونن خودشون رو وقف بدن با شرایط جدید، اون موقع باید با همه من خدافزی کنم. پس کار سخته، گوش میدید. انتخاب طبیعی تنوع رو میاره پایین و باعث کاهش توان بقای جمعیت تو شرایط محیطی جدید یا مختلف میشه. بله برخلاف نوترکیبی تنوع رو میبره بالا. پس اینم من درست میگیرم، میشه گزینه دو مورد. اونایی که دو گفته بودن باریکلا درسته. نه مختلف اشتباه نیست مهدیه، درسته. خب آقا تو میتونی اینو سخت ترش کنی؟ آره. ببین چه جوری، اگر اینجا مینوشت همواره موجب کاهش تنوع زیستی میشود، اون موقع غلط بودا. آقا چرا؟ مثال داریم بچه ها. اگر بگه همواره باعث کاهش تنوع زیستی میشه، من میگم غلطه. کی میتونه بگه چرا؟ بنویسه ببینم. بدو این، هر کی بگه جایزه داره ها. نه خالی بستم من که از اینجا نمیتونم جایزه بدم. نه ببین یه مثال خیلی واضح داره کتابتون. در بررسی بیماری مالاریا و کمخونی داسی شکل یادتونه میگفت انتخاب طبیعی این افراد رو نیگر میداره. اگر این افراد رو نیگر میداره، پس داره در جهت حفظ تنوع جلو میره. پس نکته، انتخاب طبیعی یا باعث کاهش تنوع میشود یا حفظ تنوع.
آلل بدرم داره نگه میداره. چرا؟ چون در منطقه مالاریا خیز به دردمون میخوره. آقا چرا؟ برای اینکه این افراد مقاومن به مالاریا. پس الان این آلل بده بیشتر جاها بد بود، الان تو منطقه مالاریا خیز به دردم میخوره ها. پس انتخاب طبیعی وقتی این ژنوتیپ رو نگه میداره، یعنی داره در جهت حفظ تنوع عمل میکنه. آیا انتخاب طبیعی در جهت افزایش تنوع هم میتونه عمل کنه؟ نظرتون چیه؟ نه دیگه، زایه شدین. بله چیه؟ انتخاب طبیعی مگه میتونه آلل جدید ایجاد کنه؟ مگه میتونه کاری بکنه که تنوع افزایش پیدا بکنه؟ حواستون باشه، انتخاب طبیعی یا کاهش تنوع یا حفظ تنوع، باعث افزایش تنوع نمیشود. حله؟ خب بریم سوال بعدی. سوال بعدی در رابطه با گیاهی بچه‌هایی که مشکل گیاهی دارن دقت کنید. تقریبا هر سال تو کنکور تعرق، تعریق مورد پرسش قرار میگیره که شما آشنا هستید و ما اینجا مرور میکنیم تا تثبیت بشه. سوالو میخونم. میگه به طور کلی در گیاهان نهاندانه علفی در پی کاهش میزان گاز کربن دی اکسید در گیاه تا حدی معین. فصل هفت سال دهم گفتار آخر، گفتار سه، راجع به عوامل باز و بسته شدن روزنه ها میاد حرف میزنه و این جمله رو میگه. میگه اگر کربن دی اکسید تا حدی معین کاهش پیدا کنه، روزنه باید باز بشه. درسته؟ جواب بدید ببینم. آفرین آفرین. پس قسمت اول سوال میگه روزنه باز شه، روزنه باز شود. خب میگه فرایندی آغاز میشود. بچه ها چه فرایندی آغاز میشه روزنه باز شه؟ بگید ببینم. روزنه باز بشه، آب به صورت بخار خارج میشه. اسمش چیه؟ تعرق. باری کلا مریم، تعرق. میگه در نتیجه آن از میزان انجام عامل اصلی انتقال شیره خام، عامل اصلی انتقال شیره خام میشه تعرق. میگه از میزان تعرق در گیاه کاسته میشود. راست میگه؟ روزنه بازشه تعرق کم میشه؟ خیر، باری کلا. پس گزینه یک داره چرت و پرت میگه. قبول دارین؟ بریم گزینه دو. آفرین. گزینه دو میگه در پی افزایش فشار اسموزی یاخت‌های نگهبان روزنه. خیلی راحت. آقا فشار اسموزی یاخت‌های نگهبان روزنه افزایش پیدا بکنه یعنی چی؟ یعنی مثلا مواد محلول مثل کلور، پتاسیم یا مواد عالی مثل ساکاروز، اینا رو ما دپو کردیم تو یاخته نگهبان روزنه، وارد یاخته نگهبان روزنه کردیم، فشار اسموزی رفته بالا. فشار اسموزی بره بالا چه اتفاقی میفته؟ باید آب جذب کنه و روزنه باز بشه. درسته؟ پس قسمت اول سوال هم، قسمت اول گزینه دو هم یه روزنه باز شود. باشه. میگه فرایندی آغاز میشود که در نتیجه آن روزنه، من یا کن روزنه چیست؟ دو تا یاخته نگهبان روزنه
لوبیای شکلن، سلول ها نسبت به سلول های روپوستی دیگه کوچیکترن، دونات شکل، لوبیای شکل، فتوسنتز میکنه، کلروپلاست داره. دقت کنید به اینا. موقعی که میخواد باز بشه خمیده میشه، وقتی مواد محلول درش انباشته بشن آب جذب میکنه، این باز میشه. از قسمت بالا پایین یعنی انتهای فوقانی و تحتانی دو تا سلول نگهبان روزنه به هم وصلن، دیواره مشترک دارن. خب حالا آب جذب کنه، رشته های سلولوزی مثل کمربند دور یاخته دور زده، نمیذاره عرضش زیاد شه، ولی با طول کاری نداره، میگه افزایش طول بده، من باهات کاری ندارم. وقتی آب داره جذب میکنه افزایش طول میده، خمیده میشه، منفذ روزن باز میشه، تعرق. دو تا دیواره داره، دیواره پشتی، دیواره شکمی. دیواره شکمی زخیم تر از پشتیه، پس دیواره پشتی بیشتر منبسط میشه. میگه دیواره پشتی این یاخته ها نسبت به دیواره شکمی کمتر منبسط میشه. خب غلطه، بیشتر منبسط میشه دیواره پشتی. متوجه شدین؟ حله بچه ها؟ صدا تصویر رو بعضی موقع کنترل کنید. جواب بدید بچه ها، من متوجه شم صدا و تصویر هست. خب میگه چطوری بیشتر منبسط میشه دیواره پشتی نسبت به دیواره شکمی؟ نازکتره. آب وقتی جذب یاخته نگهبان روزنه میشه، دور دیواره کمربند از رشته‌های سلولوزی داریم، وقتی آب جذب میشه دیواره پشتی رو هول میده به سمت بیرون. خب دیواره پشتی بیشتر منبسط میشه برای اینکه نازکتره. بعد این، حالا با جزئیات بیشتر بهتون بگم، دیواره پشتی بیشتر منبسط میشه چون نازکتره، کمربند سلولوزی هم هست، نیرو رو اعمال میکنه به رشته‌های سلولوزی، رشته‌های سلولوزی هم نیرو رو اعمال میکنن به دیواره شکمی، دیواره شکمی رو میکشه سمت خودش. سلول افزایش عرض نداره، افزایش طول داره، اینجوری روزنه باز میشه. حله؟ زنده باش. گزینه بعدی میگه در پی پمپ شدن یونهای معدنی به استوانه آوندی در هوای بسیار مرطوب. بچه کی میدونه این داره به چی اشاره میکنه؟ پمپ شدن یونهای معدنی به استوانه آوندی در هوای بسیار مرطوب، کدومو داره میگه؟ تعرقو داره میگه یا فشار ریشه‌ای؟ گزینه یکم یه بار دیگه میگم، باریکلا، فشار ریشه‌ای. بچه جواب بدین، همکاری کنین، از اینا ما سوال داریم. خب در هوای بسیار مرطوب فشار ریشه‌ای یادمه، در هنگام شب یا هوای بسیار مرطوب تعرق کاهش پیدا میکنه، روزنه ها بسته میشن. فشار ریشه‌ای رو من هنوز دارم. فشار ریشه‌ای یعنی چی؟ یعنی سلول های درون پوست و سلول های زندهی که تو استوانه آوندی هن دارن یون ها رو پمپ میکنن به آوند چوب. یون وقتی پمپ بشه وارد آوند چوب بشه، آوند چوب فشار اسموزیش میره بالا، فشار اسموزی بره بالا بعد آب جذب کنه، آب جذب کنه، الان بهش میگیم فشار ریشه‌ای ایجاد شده است. این از فشار ریشه‌ای. حالا تعرق کم شده، گیاه کمتر داره آب دست میده، یکم آب اضافه داره، این آب اضافه رو باید چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ تو بعضی گیاهان، البته اینجوریه نه همه گیاهان، این آب اضافه رو از روزنه آبی هل بده بده میشه بیرون دیگه، بهش میگن تعریق، از طریق روزنه های آبی. روزنه های آبی همیشه بازن. خب میگه از تعداد مولکول های آب آوندهای چوبی کاسته میشه، این مشکلی نداره، آب اومده تو آوند چوب، تعرقم تو جلوشو گرفتی، من باید یه خاکی به سرم بریزم دیگه، این آب اضافه رو باید از دستش راحت شم.
از طریق روزنه‌های آبی میفرستن بیرون، پس از تعداد مولکول‌های آب آونده چوب کاسته می‌شود. گزینه 3 درسته. متوجه شدین؟ احسنت. برای اینکه مریم، برای اینکه هوا مرطوبه، تعرق کاهش پیدا کرده، روزنه‌ها بسته شدن. تو دیگه نمیتونی از روزنه‌های هوایی بفرستی بیرون که، چون هوا خیلی مرطوبه تعرق کم شده. به این دلیل. مرسی. خب. گزینه 4. افزایش ترشح نوعی تنظیم کننده رشد در هنگام خشکی. جنگی به من بگید ببینم کدوم تنظیم کننده رشد گیاهی رو میگه که در هنگام خشکی کمابی این مقدارش زیاد میشه. باری کلا پگاه. مریم جیبلین چرا دختر آبسیزیک اسید. خب میگه در پی افزایش آبسیزیک اسید مقدار یونهای همه یاخته های تمایز نیافته روپوستی بدون تغییر باقی میمونن؟ نه خیر، کاملا غلطه. قشنگ گوش کنید. آقا یاخته تمایز نیافته روپوستی رو کیا رو داره میگه؟ بچه ها ببینید، شما روپوست رو در نظر بگیرید، مثلا برگ. ما چند نوع سلول داریم. بیشتر سلول ها غیر اختصاصی هست. فصل 6 سال 10 رو نگاه کنید. بیشتر سلول های روپوست غیر اختصاصی هست. تختن، کوروپلاس ندارند. بعضی از سلول ها تخصص یافتن. حالا مثلا توی روپوست برگ، ساقه چیا داریم تخصص یافته؟ نگهبان روزنه، فتوسنتز میکنه، کوچولو هن، لوبیای شکل هن. آقا دیگه چیا داریم؟ مثلا یاخته ترشحی. دیگه چی؟ کرک. آقا تاره کشنده اون ریشه است، تو برگ و ساقه نیست. به اینا میگن یاخته های تمایز یافته روپوست. حالا تمایز نیافته ها تعدادش بیشتر از تمایز یافته هاست. خب آقا این منظورش چی بود؟ تست خیلی سخته. میگه وقتی که شما آبسیزیک اسید رو زیاد میکنی باید روزنه چه بلایی سرش بیاد؟ بسته بشه یا باز بشه؟ بگید ببینم. بدو این آبسیزیک اسید روزنه رو چیکار میکنه؟ میبنده. باریکلا. خب روزنه بخواد بسته بشه باید چه بلایی من سرش بیارم؟ یونها رو از یاخته نگهبان روزنه خارج کنم. خب این یونها میخواد خارج بشه، پشبندش آبم از دست میده، پلاسمولیز، نگهبان روزنه بسته میشه. خب این یونها رو از دست میده، این یونها رو کی جمع میکنه؟ یاخته های روپوستی دیگه. پس نوشته مقدار یونهای یاخته های تمایز نیافته روپوستی بدون تغییر میماند. تو بگو خیر، تغییر میکنه، اتفاقا افزایش پیدا میکنه، چون نگهبان روزنه داره یونا رو از دست میده، یاخته های دیگه روپوستی این یونا رو میگیرن، پس افزایش پیدا میکنه. گزینه 4 غلطه. گزینه 1 هم بعضیاتون گفتید دوباره توضیح بده. میگه در پی کاهش میزان کربن دی اکسید در گیاه تا حدی معین، جمله کتابتونه، یعنی روزنه باید باز بشه. کربن دی اکسید اگر کم بشه تا یه حدی، گیاه روزنه رو باز میکنه، کربن دی اکسید بکشه داخل. میگه وقتی روزنه باز میشه از میزان انجام عامل اصلی انتقال شیره خام، شما بلدید عامل اصلی انتقال شیره خام تعرقه، آیا روزنه باز بشه از میزان تعرق کاسته میشه؟ نه خیر، میزان تعرق افزایش پیدا میکنه. اله. خب بچه ها یه استراحت داشته باشیم، زنگتون هم گذشت. درسته آقای رازبانی؟ تا 2:30 بود دیگه، 4 دقیقه گذشت. خب متوجه شدیم بچه ها؟ سوالی نیست. ممنونم، خسته نباشین. یه 10-12 دقیقه استراحت کنید، دوباره شروع میکنیم. مرسی، شما هم خسته نباشید.
این چی شد؟